سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با همدیگه در مورد چند تا نکته کوچیک و مختلف راجع به بردارها صحبت بکنیم نکته اول راجع به جمع بردارها هستش که میخوایم یک کمی بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم جمع بردارها رو با همدیگه یاد گرفتیم توی ویدیوهای گذشته و تعبیر هندسیش رو دیدیم اگر خاطرتون باشه گفتیم که تعبیر هندسیش به چه صورت هستش اگر ما یک بردار آ داشته باشیم و یک بردار ب اون وقت آیه به به لحاظ هندسی به چه صورت به دست میاد میایم از نقطه انتهایی آ یک خط موازی با بردار ب میکشیم و از نقطه انتهایی به یک خطی موازی با بردار آ می کشیم و اون وقت این متوازی الاضلاعی که اینجا تشکیل شده قطری که از نقطه مشترک آ و ب میگذره رو اگر رسم بکنیم یعنی از این نقطه اگر قطر متوازی الاضلاع دائمون رو رسم بکنیم این بردار بردار آیه به علاوه ب خواهد درسته این تعبیر هندسی جمع بردارها هستش اما برای اینکه شهود بهتری پیدا بکنید نسبت به جمع بردارها من میخوام یک تعبیر فیزیکی هم در مورد جمع بردارها به شما بدم پس یک تعبیر فیزیکی هم میخوایم بکنیم جمع بردارها رو چون همونطور که در آینده خواهید دید یا شاید هم دیده باشید بردارها کاربرد خیلی زیادی توی مباحث مختلف فیزیک مخصوصا مکانیک دارن خب تعبیر فیزیکی که میخوام راجعش صحبت بکنیم چی هستش این هستش که فرض بکنیم ما یک جسمی داریم که توی یک نقطه از فضا قرار داره مثلا یه جعبه فرض بکنیم داریم من اینجا مثلا یک مربع کوچولو میکشم که این فرض بکنیم یه جعبه هستش بعد علاوه بر اون پس اینو مثلا هاشورش هم میزنیم این یک جعبه هستش علاوه بر اون فرض بکنید که شما و یکی از دوستاتون اومدید دوتا تناب بستید به این جعبه و یکیتون ایستادید اینجا مثلا فرض بکنیم که این شما هستین اینجا و این هم دوستتون پس این شما این اینجا هم دوستتون ایستاده سینم دوست شما هستش و دو تا این دو تا در حقیقت پار خط جهت داری که اینجا کشیدیم جهت تناب هایی هستش که یک سرش دست شماه و یک سرش به جعبه بسته شده پس این خط مثلا بردار آ تنابی که دست شما هست رو داره نشون میده و این بردار به تنابی که جهت تنابی که دست دوستتون هستش رو داره نشون میده حالا شما و دوستتون شروع میکنید همزمان تناب هایی که دستتون هست رو کشیدن و فرض بکنید که خب شما و دوستتون نیرویی که وارد میکنید به جعبه یکسان نیست یکیتون ممکنه زورش بیشتر باشه یا با نیروی بیشتری بکشه تناب رو یکی با نیروی کمتری فرض بکنید که اندازه نیرو یا اندازه زوری که دارید وارد میکنید به اون تناب برای کشیدن جعبه با طول این برداری که ما اینجا کشیدیم متناسب باشه یعنی این بردار آکی کوتاه هستش معنیش اینه که شما با نیروی کمتری دارید میکشید و بردار ب که طولانی تر هستش معنیش اینه که دوستتون با نیروی بیشتری داره میکشه پس اینجا بنویسیم که طول بردار فرض بکنیم که طول بردار متناسب با نیرویی که وارد میکنید هستش طول بردار متناسب با نیرو هستش حالا اگر یه نفر از شما بپرسه که خب با توجه به این شکلی که ما اینجا کشیدیم و اگر طول بردارها رو بدونیم و جهتشون رو یعنی تمام اطلاعات روی این شکل رو داشته باشیم این جعبه در چه جهتی حرکت خواهد کرد؟ جعبه در چه یا بهتر بگیم در چه راستایی حرکت خواهد کرد و جواب این هستش که راستای حرکت جعبه با این بردار آیه به علاوه ب مشخص می شود پس بردار آیه به علاوه ب راستای راستای حرکت جعبه رو به ما میده یعنی اگر شما بدونید که شما در چه جهتی دارید میکشید و چقدر نیرو وارد میکنید و دوستتون در چه جهتی داره میکشه جعبه رو و چقدر نیرو وارد میکنه اون وقت میتونید دوتا بردار آبه بر رو پیدا بکنید و بعد اگر با هم دیگه جمع بزنیم جعبه در راستای آی علاوه به حرکت خواهد کرد پس این هم تعبیر فیزیکی جمع بردارها و یکی از کاربردهای اینکه دو تا بردار رو با هم دیگه جمع بکنیم خب یک نکته خیلی کوتاه دیگه که راجبش بهش میخوایم صحبت بکنیم توی این ویدیو تعریف پیکان هستش پیکان منظورمون ماشین پیکان نیست منظورمون یک پاره خط جهتدار هستش پاره خط جهتدار در فضای آرسه خب بیایید یه فضای آرسه محور های مختصاتش رو برای خودمون بکشیم این محور زدمون مثلا این محور X و این هم محور Y پس این از فضای آرسمون Y Z و X و اون وقت یک پاره خط جهتدار اگر توی این فضا در نظر بگیریم به چه صورت میایم دو تا نقطه دلخواه از فضا رو میگیریم نقطه A و نقطه B میایم اینا رو با یه پاره خط جهتدار به هم وصل میکنیم از نقطه A میریم به نقطه B به این پاره خط جهتدار میگیم یک پیکان توی فضای آرسه و نحوه نمایشش هم به این شکل هستش می نویسیم آبه و روش یه دونه فلش می پس این پیکان آبه رو نشون برای ما خب حالا نکته ای که هست این هستش که ما میتونیم تعداد زیادی یا درسته اینه که میتونیم بی شمار پیکان هم عرض با پیکان آبه توی فضای آرسه بکشیم کافی هستش که پار خطهای بکشیم که هم جهت با و هم راستا با پیکان آبه باشن و طولشون هم یکی باشه مثلا از یه نقطه دیگه شروع میکنیم در همون راستا و همون جهت و همون طول میریم این یک پیکان هم عرض با آبه خواهد بود یا مثلا از اینجا میتونیم شروع بکنیم در همون راستا و همون جهت به همون طول بریم این هم یک پیکان دیگه هم ارز خواهد بود و مثلا این یکی هم یک پیکان هم ارز با پیکان آب خواهد بود پس پیکان های پیکان های همراستا و هم جهت و هم طول در ار 3 با هم هم ارز هستند درسته چرا اینطور هسته شما جوری که پیکان رو تعریف میکنیم فقط جهت و راستا و طولش برامون مهمه مهم نیست که از چه نقطه دقیقا شروع میشه و میتونیم از هر نقطه دلخواهی مثلا اونجا از آ شروع شده بود اینجا مثلا فرض کنید نقطه C باشه یا از نقطه D شروع بشه یا از نقطه E شروع بشه یا هر نقطه دیگه ای با به شرط اینکه در راستای پیکان آبه باشه هم جهت باهاش باشه و هم طول باشه اینا همه هم هم خواهند بود بنابراین همه این پیکان ها رو میشه هم گرفت با یک بردار که در حقیقت همون پیکان آبه هستش که از مبدع مختصات شروع میشه یعنی یک همچین پیکانی اگر در نظر بگیریم که با رنگ قرمز کشیدیم همه این پیکان ها با این بردار هم ارز خواهند بود بنابراین کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که میتوانیم پیکان ها و بردار ها را یکی بگیریم به این معنی که به جای هر پیکان چی رو در نظر میگیریم؟ پیکان بردار هم ارز باهاش رو بردار هم ارز با آن را در نظر میگیریم در نظر میگیریم. پس هر جایی یک پیکانی داشتیم توی فضای R3 میتونیم جابجاش کنیم جوری که نقطه شروعش بیفته رو مبدا مختصات و بعد بردار هم ارز باهاش رو در نظر بگیریم و اون وقت بردار هم عرض با یک پیکان چه معلفه هایی خواهد داشت فرض بکنید که مثلا این پیکان آب که داریم نقطه ابتدایش یعنی آ مختصاتش هست x1 و x2 و x3 و نقطه انتهایش یعنی ب به... اوز میخوام x1 و x2 و x3 اشتباه هستش بذارید من اصلاح بکنم اینا رو پاک کردم مختصات درسته ها هست x1 و y1 و z1 معلف های x و z نقطه شروع هستش نقطه انتهایش b هم فرض کنیم که مختصاتش باشد x2 و y2 و z2 خب اون وقت پیکان آبه هم ارز خواهد بود با برداری که معلفه هاش به این صورت هستش معلفه های اون بردار خیلی راحت به دست میایم میایم معلفه نقطه انتهایی رو از نقطه ابتدایی کم می کنیم یعنی معلفه اول می شود X2 منهای X1 معلفه دوم می شود Y2 منهای Y1 و معالفه سوم می شود زد دو منهای زد یک پس این میشود شود بردار هم از با پیکان آبه یه مثال عددی اگر بخوایم ببینیم مثلا فرض بکنیم که آ نقطه شروعمون همون هست صفر و سه و پنج و نقطه انتهاییمون معلفه هست بی مساوی با یا مختصاتش هست مثلا دو و هفت و چهار در اون صورت پیکان آب هم عرض می شود با چه برداری؟ برداری که معلفه هاش خواهد بود معلفه اول می شود دو منهای صف یعنی دو معلفه دوم می شود هفت منهای سه یعنی چهار و معلفه سوم می شود چهار منهای پنج یعنی منفی یک پس این پیکان پیکان آب این پیکان با این بردار هم عرض خواهد بود خب این هم از داستان پیکان ها توی کلاس درس بعد میبینم اتون خداحافظ